سلام، من نوید هستم و با قسمت 43 از تاریخ به روایت هرودوت در خدمتشون. آیا قوم فارس یهودی بودن؟ تو این قسمت قراره این موضوع رو بررسی بکنیم و ببینیم آیا فارس ها یکی از اون 12 قوم گم شده یهودی هستن یا داستان چیز دیگه ایه. بله، توی قسمت قبل راجع به 12 قوم گم شده یهودی و تقسیم بندی 12 تایی یونانی ها صحبت کردیم و یه پیوند های بین این دو تقسیم بندی 12 تایی پیدا کردیم و امروز هم قرار هستش که در ارتباط با همون 12 قوم، یا بهتر بگیم تقسیم بندی 12 تایی یهودی یونانی صحبت بکنیم که بی ارتباط با پارس ها یا هخامنشی ها نیستش. و یه سری نکات ریز و درشت دیگه هم که لابلای مطالب خواهیم گفت. برای اینکه وقت رو از دست ندیم، بهتر که بریم سراغ متن هرودوت و ببینیم که هرودوت توی ادامه داستان ایونی ها یا 12 شهر ایونی چی برامون داره. هرودوت توی بند 145 اینطور ادامه میده: اگر ایونی ها 12 شهر را پی افکنده و نخواستن در این کنفدراسیون شمارشان بیشتر باشد، به نظر من به دلیل زیر است. وقتی آنان در پروپونز مستقر شدند، قبلا به 12 دولت تقسیم شده بودند، چنان که آخایی ها امروز آنها را راندن. خب اینجا هرودوت داره میگه که قبل از اینکه این ایونی ها بیان توی نواحی جدید، که گفتیم مفسرین امروزه این ایونی ها رو در غرب ترکیه جانمایی میکنن که به نظر ما اشتباه هستش، ولی حالا فرض بگیریم که فعلا برای اینکه زیاد ذهنمون دور نشه، اینها از یک جایی، یک سرزمینی، سرزمین مادریشون مهاجرت میکنن، میان به چی؟ میان به نواحی ایونی یا غرب ترکیه امروزی. قبل از اینکه این مهاجرت صورت بگیره، اینها تو سرزمین اصلیشون هم یه تقسیم بندی 12 تایی داشتن که آخایی ها، که این اسم یه نکته ریزی داره، آخایی ها منظورمه، آخایی ها میان جای این 12 تا رو میگیرن و اینها رو از سرزمین خودشون میرونن و خب ایونی ها مجبور میشن حداقل بخشیشون، بخش اعظمشون، مهاجرت بکنن و برن به سرزمین جدید. اما نکته در مورد این آخایی ها چیه؟ آخایی ها اگر به نوع نگارش لاتینش یا انگلیسیش توجه بکنین و یا حتی یونانی اون، آخایی ها که یک تیره، یک نژاد یونانی معرفی میشن، اینها نوع نگارششون با هخامنشیان یکیه و همونطوری که هخامنشیان رو نگارش میکنن، آخایی ها رو هم نگارش میکنن. حالا چه پیوندهایی بین این آخایی که از لحاظ آوایی با هخامنشیان یکی هستش، آخایی منش ها یکی هستش، این رو توی جلسات بعدی خواهیم گفت، ولی برای اینکه یک مقدار با اصل ماجرا آشناتر بشیم، پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی اول و دوم از نبرد تروا در ایران رو ملاحظه بکنید که لینکش رو این بالا براتون میذاریم و اونجا متوجه یه سری از نکات ریز خواهید شد که پیوندهای بین آخایی ها و هخایی ها رو بیشتر براتون روشن میکنه. اما بریم حالا این آخایی ها رو که اومدن جای ایونی ها رو گرفتن رو تو ذهن داشته باشین، بریم جلو ببینیم که چه پیوندهای دیگه بین این آخایی ها یا هخامنشی ها و این داستان 12 قوم و یا تقسیم بندی 12 تایی وجود داره. خب هرودوت اینطور ادامه میده که اینان از شهر سیکیون به بعد عبارتند از نخست پلن. داره 12 تا شهر رو یا دولت اولیه رو توی همون سرزمین مادری داره اسم میبره: نخست پلن، سپس آیگیرا و آیگس که رودی در آن جریان دارد که خشک نمیشود، کراتیس که نام خود را به کراتیس ایتالیا داده است، بورا، هلیکه که ایونی ها پس از شکست در برابر آخایی ها به آنجا پناهنده شدند، ایگیون، روپس، پاترس، فارس رو داشته باشید، اولنوس که رود مهمی در آن جریان دارد، پیروس، دومه و تریته، تنها شهری که در درون و عمق خشکی است. خب یه مسئله راجع به ترجمه بعد اینجا اشاره بکنم، ترجمه جناب آقای صابرفر مترجم فارسی. حالا من نمیدونم که آیا بارگر مترجم فرانسوی هم همین اشتباه رو داشته یا نه، ولی وقتی به ترجمه های یونانی، یعنی متن یونانی و ترجمه انگلیسی رجوع بکنیم، ما میبینیم که این 14 نامی که اینجا آورده، در حالی که باید 12 تا باشه، این 14 نام
دقیقاً 12 تا نام شهر هست و دوتاش روده. توی ترجمه هم جناب آقای ساقفر اشاره داره به دوتا رود، ولی نوع ترجمه مخصوصاً توی رود دوم در ارتباط با رود دوم به نحوی هستش که شما اسم رود رو با شهر ممکنه اشتباه بکنید و اگه بخوام دقیق تر بگم به این شکل هستش که عنوان میکنه اولونوس که رود مهمی در آن جریان دارد پیروس. در از پیروس اینجا نام رود هستش، توی متن انگلیسی و یونانی هایی رجوع بکنید نام رود هستش، ولی توی نوع نگارش جناب آقای ساقفر این برداشت از نام پیروس نمیشه و پیروس رو به نظر باید توی ترجمه ایشون یک شهر در نظر بگیم که اینطور نیست و ما 12 تا شهر داریم که پیروس و کراتیس که نام یک رود در ایتالیا هم هستش، این دوتا نام رود هست و نام شهر نیستن. اما مهمترین قسمت این داستان اینه که توی تقسیم بندی اولیه، یعنی اونجایی که آخایی ها میان حاکم میشن و ایونی ها رو از اونجا میندازن بیرون از اون 12 شهر، یکی از اون دولت شهرها فارس یا فارس هست و اگر ما به شجره متون یهودی در ارتباط با یهودیان رجوع بکنیم میبینیم که شخصی رو داریم به نام فارس، فرزند یهودا، فرزند یعقوب، یعنی نواده یعقوب، و اینجا فارس یکی از اصلی ترین اقوام یا شاخه های 12 تایی قوم بنی اسرائیل محسوب میشه که عنوانم میشه توی منابع یهودی فارس ها یا پرشین ها، اینها از نوادگان فارس هستن. البته نقل قول های دیگه هم هست که فارس ها رو از شاخه های دیگه میدونه، ولی اینجا یکی شباهت اسمیه فارس، فارس، پارس و مهمتر از اون، اون اسم آخایی هایی که گفتم میان و این یونانی ها رو یا ایونی های ساکن در این محدوده رو بیرون میرونن و خودشون جایگزین اونها میشن هستش و کلی از اون داستانهایی که تا به امروز در ارتباط با پیوند هخامنشیان یا پارسیان با یهودی‌ها و حمایت اونها از یهودی‌ها ما شاهد بودیم، مخصوصا در منابع خود یهودی. اما آیا این داستان که فارس‌ها یا فارس فرزند یهودا، یعنی شاخه اصلی قوم یهودیت، چیزی که امروز شاهدش هستیم، آیا واقعا فارس ها زیر شاخه یهودیت هستند؟ این رو اگر ما رجوع بکنیم به اسناد دست اول و همینطور منابع دست سوم کلاسیک، یعنی قدیمی ترین منابعی که در ارتباط با تاریخ هخامنشیان وجود داره، میبینیم که به هیچ عنوان ما اثری از یهود، نام یهود حداقل، در منابع نمیبینیم و ما یهودیت رو دقیقا بعد از اسکندر مقدونی هست، یعنی بعد از فروپاشی تازه هخامنشیان هستش که ما چیزی به نام یهودیت، اون چیزی که امروز شاهدش هستیم رو ما باش برخورد میکنیم. پس اینجا به نظر میرسه همونطور که توی قسمت قبلم گفتم ایونی ها به نوعی خواستن برای خودشون یک هویت سازی بکنن، چون گفتیم که هرودوت میگه اینها از قشر ضعیف جامعه بودن، اینا میان خودشون رو وصل میکنن به یکی از سرشاخهای اصلی بعد از طوفان نوح و همین کار رو به نظر میرسه که یهودی ها هم انجام دادن، یعنی یهودا، فرزندان یهودا. و فارس رو که اصلی ترین قوم، یا فارس ها رو که اصلی ترین قوم در دنیای باستان بودن از لحاظ شوکت و جایگاهی که داشتن، جایگاه شاهی و پادشاهی که داشتن، اینها رو میان چیکار میکنن؟ میبرن زیر مجموعه خودشون و یواش یواش این داستان رو انقدر تکرار میکنن که خودشون هم باورشون میشه. ولی به نظر میرسه که این مسئله که فارس ها زیر مجموعه یهودا باشن یک تحریف تاریخی هستش. اینکه اینها همه با هم خیشاوند بودن یه مسئله جداست، ولی اینکه شما بیایید خودتون رو به عنوان سرشاخه اصلی معرفی کنید هم یه داستان دیگه است. پس حواسمون باید به این باشه که اینکه دو نفر یا دو تا قوم با هم پسرم و پسر خاله بودن دلیل نمیشه که بیایم چیکار بکنیم اینها رو بالا و پایین هم قرار بدیم، چون با یه داستان دیگه ای به طور کلی مواجه خواهیم شد. خب بریم ادامه بحث هرودوت رو پی بگیریم.
هرودوت اینطور ادامه میده، اینان بودن 12 بخشی که در گذشته به ایونی ها تعلق داشتن و اکنون در اختیار آخایی ها قرار دارن. به همین دلیل نیز ایونی ها در آسیا نیز فقط 12 شهر تأسیس کردن و نه بیشتر، زیرا کاملا احمقانه است ادعا شود که آنان بیش از دیگران ایونی هستند یا تبار اصلی تری دارند. در میان ایشان تعداد زیادی از آبانته ها زندگی می کنند که از اوبویا آمده اند و هیچ وجه اشتراکی حتی از لحاظ نام با ایونی ها ندارند و نیز آمیزه ای از مینین های ارخومن، کادمه ها، دروپه ها، فوکی های گسسته از مادر شهر خود، ملوس ها، پلاسکه های آرکادیا، دوریایی های اپیدور و بسیاری از اقوام دیگر هستند. خب یه مسئله در ارتباط با پلاسکه ها، پلاسکه ها بیشترین شباهت اسمی رو به فلسطینی ها دارن و میبینیم که دقیقا توی یک بازه زمانی ما هم شاهد یک سری پیوند ها و ظهور داستان های یهودی هستیم یا بنی اسرائیلی هستیم و همینطور فلسطینی ها که تو داستان یهودی یکی از دشمنان اصلی چی هستن؟ یهودی ها محسوب میشن. که حالا جلوتر بریم بیشتر راجع به این پلاسکیه ها صحبت میکنیم. یه سری اقوام دیگه هم اومده اسمشون که باز اینا رو تو جای خودش وقتی هرودوت داره بیشتر راجبشون صحبت میکنه نکات دیگه ای رو میگه راجبشون صحبت میکنیم، مهم هستن همشون. اما اینجا تو این بخشش صحبت که میکنه میگه که این ایونیا یک سری اقوام دیگه هم اومدن، ایونیایی که مهاجرت کردن یک سری اقوام دیگه هم اومدن قاطیشون شدن که ایونی نیستن و هیچ وجه اشتراکی هم بینشون وجود نداره که نام میبره ازشون. بله، هرودوت میگه ایونی های عزیمت کرده از پریتانه آتن که خود را اصیل زاده تر از همه میپندارن با خود زن نیاورده بودن و با زنان کاریایی که بستگانشان را کشته بودن ازدواج کردن. منظور هرودوت اینجا از پریتانه آتن بخش مرکزی شهر آتنه، یا بهتره بگیم که دهستان آتن، چون گستره شهرها در گذشته جمعیت به اون صورتی نبود که ما امروز در شهرها و روستاهای خودمون داریم و روستاهایی که امروز داریم به نوعی شهرهای گذشته بودن از لحاظ جمعیتی و حتی ساختار اجتماعی که دارن امروز. بله، پریتانه بخش مرکزی این آتن محسوب میشد و به نوعی اجاقدان مرکزی بودش که آتش مقدس رو توش نگه می‌داشتن و اکثرا بزرگزاده ها و اسیرزادگان اونجا ساکن می‌شدن و هنگامی که می‌خواستن این شهر جدیدی رو تأسیس بکنن، یه کلونی جدید رو ایجاد بکنن، آتش مقدس رو از اینجا برمی‌داشتن می‌بردن به اون کلونی جدید. و اونایی که توی روستا زندگی کردن یا با زندگی روستایی آشنایی دارن میدونن که توی گذشته قبل از اینکه ما روستاهامون با مدرنیته بیشتر آشنا بشن، در هر روستایی یک محلی بود توی روستا که یک آتشی رو اونجا به صورت دائمی نگه می‌داشتن و بقیه روستایی‌ها وقتی میخواستن اجاق خودشون رو روشن بکنن اگه خاموش شده بود، چون کبریتی وجود نداشت، میامدن آتیش رو از این اجاق مرکزی میگرفتن و میبردن و اجاق خونه خودشون رو روشن میکردن. و این یک فرهنگی که تا همین چند صد سال پیش توی ایران یا همین صد سال پیش در ایران هم دیده میشد توی روستاها و جامعه قدیمی ما که ساختار قدیمی داشت. بله، این پریتانه، منظور از پریتانه آتن اون بخش اجاقدان یا بخش مرکزی، هسته مرکزی شهر آتن بوده. حالا هرودوت میگه که این اسیرزاده ها وقتی مهاجرت میکنن میرن تو ناحیه کاریا که گفتیم امروز میگن توی غرب ترکیه است، این یونانیا میان چیکار میکنن؟ زنهای کاریایی رو، شوهراشون رو میکشن، خانواده‌هاشون رو میکشن، زنهای کاریایی رو به همسری اختیار میکنن. حالا هرودوت میگه که این زنان و نیز دختران ایشان به علت کشتاری که از بستگانشان انجام گرفته بود سوگند الزام و تعهد ادا نکرده بودند و از این رو هرگز با این مردان غذا نمیخوردند و شوهران خود را به نام نمیخواندند، چون آنان قاتلان پدر و مادر و شوهر و بچه هایشان بودند. و خب یه توضیح میده در ارتباط با نوع فرهنگی که در گذشته بوده که خب به صورت طبیعی یک سری از زنهای غنیمت گرفته شده به خاطر اینکه این همسران جدیدشون خانواده این زنها رو کشتن،
حاضر نمیشن که به صورت رسمی این ازدواج رو بپذیرن و کنار همسراشون غذا نمیخوردن و شوهراشون هم به اسم صدا نمیزن. اما بریم بخش بعدی که بند 147 هستش. این چیزی بود که در میلتوس اتفاق افتاد. این ایونی ها یکی از اهالی لوکیا یا لوگیه از اعقاب گلاوکوس پسر هیپولوخوس را به شاهی برداشتند. دیگران کاوکون های اهل پولس از اعقاب کودروس پسر ملانتوس را شاه کردند. عده دیگر نیز بودند که از هر دو خاندان با هم برای شاهی استفاده کردند. اینان بیش از سایر ایونی ها وابسته به این نام هستند و از این رو باید پذیرفت که ایونی های حقیقی و ناب هستند. با این حال همه کسانی که خواستگاه آتنی دارن و جشن آپاتوریه ها را برگزار می کنن ایونی هستن و همه این جشن را می گیرن غیر از اهالی افسوس و کلوفون که تنها شهرهایی هستن که این عید را برگزار نمی کنن و گفته می شود علت آن یک جنایت است. صحبت از جشن آپاتوریا می کنه که ایونی ها می گرفتن همشون و این جشن آپاتوری ها از اواسط مهر ماه شروع می شده تا اواسط آبان ماه. و اگر رجوع کنیم به اعیاد یا جشنهایی که ایرانیان در باستان می گرفتن، ما در اواسط مهر ماه به جشن مهرگان می رسیم و جشنی هستش که مربوط می شه به کشاورزی که جلوتر که بریم یه سری پیوندها رو در ارتباط با جشن کشاورزی این ایونی ها و یهودی ها و جشنشون، یکی از جشنهای معروفشون، با هم بیشتر باز میکنیم. خب هرودوت اینطور ادامه میده که پان یونیون جایی است راجب اون اتحادیه و محل برگزاری جشنهای یونانی ها. اون محل اصلی رو داره توضیح میده توی قسمت مهاجرنشین. حالا کجاست؟ پان یونیون جایی است بر قله کوه موکاله که معبدی به سوی شمال در آن ساخته شده و با موافقت همه ایونی ها وقف پوزیدون هلیکه گشته است. موکاله دماغه صخره ای است در جهت باد غرب و رو به روی جزیره ساموس، همون جزیره سامیان، که همه ایونی ها از شهرهای خود با آنجا می آیند و جشنی به نام پانونیا را برگزار می کنند. نه تنها ایونی ها بلکه تمام یونانیانی که نامهایشان به حرف معینی ختم می شود، مانند اسامی خاص پارسیان که به واو و سه یا اوس ختم می شود، این جشن را برگزار می کنند. حالا نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، نام کوهی هستش که محل تجمع این پانیونیان ها یا پانیونانی ها هستش و اونم چیزی نیست جز کوه موکاله که توی لفظ انگلیسی و یونانی میکله تلفظ میشه، که این میکله خیلی خیلی شبیه نام میکائیل، یکی از فرشتگان در ادیان ابراهیمی هستش که اتفاقا خیلی هم مرتبط با مسئله کشاورزی و باران. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش برمیگرده به همون جشنی که گفتیم یونانی ها در اواسط مهر ماه میگرفتن. یعنی چی؟ یعنی جشن مهرگان، جشنی که مربوط میشد به کشاورزی. حالا اگه بیایم این طرف توی آیین‌های یهودی جستجو بکنیم، میرسیم به یک جشن و آیین دیگه به نام جشن سکوت یا جشن آلونک که بنابر روایت کتاب مقدس 15 ماه عبری تشری هر سال آغاز این جشن هستش. یعنی چی؟ یعنی ماه 7 عبری، چون تشری ماه 7 یهودیان هستش، یعنی همون ماه 7 ماه که مهر ماه میشه و این جشن هم دقیقاً توی ماه 7 مثل همون جشنی که یونانی‌ها برگزار می‌کردن در ماه 7 یا پانیونیان‌ها و کاملاً هم آیین‌هایی که در این جشن، یعنی جشن سکوت یا آلونک برگزار میشه، آیین‌هایی هست که مرتبط با کشاورزی و کشاورزان هست. و نکته جالب‌ترش اینه که در باورهای یهودی این جشن رو به خاطر خروج از مصر که در ماه نیسان، یعنی ماه فروردین اونها، ماه اول یهودیه که برابر میشه با تقریبا ماه فروردین ما، این جشن باید در اون روز گرفته میشده، ولی بنا به دستوراتی گفته شده که شما اینو توی فروردین نگیرین، تو مهر ماه بگیرین. حالا اگر به نام این ماه یعنی تشری رجوع بکنیم، به تیشتر هم میرسیم.
و نکته جالب اینجاست که تیشتر یا تشتر نامی هست که در آیین زرتشتی به همون ایزد موکل باران که با دیو خوشسالی میجنگه گفته میشه. تشتر یا تیشتر یا حتی بشتر، نام هایی که برای این ایزد آورده. و باز وقتی برگردیم به آیین های یونانی ها، همین پان یونانی ها یا پان ایونی ها، میرسیم به شخصیت و کارکتر به نام آرتیمیس. و این ایزد در باورهای یونانی ایزد حاصلخیزی هستش که جشنی رو برای آرتیمیس میگیرن که اون جشن هم اتفاقا دوباره در ماه هفتم هستش. چه پیوندهایی بین این داستانها وجود داشته و داره، این رو موکول میکنیم به جلسات بعدی و فکر میکنم اون چیزی رو که باید امروز از این برنامه توی ذهن داشته باشیم نام فارس بود، یکی از 12 دولت شهر ایونی بود که اون طرف هم ما فارسی رو داریم که فرزند یهودا از شاخه های اصلی بنی اسرائیل محسوب میشه و خود نام فارس یا پارس ها که مهمترین قوم در دنیای باستان بودن که با اونها بوده که بسیاری از این ساختارهایی که امروز باهاش روبرو هستیم رو ما شاهدیم و نقش بسیار مهمی رو در تاریخ بشری این قوم ایفا کردن. البته ما چیزی به نام فارس امروزه به اون شکلی که در گذشته دور بوده دیگه نداریم، چون فارس ها همونطوری که دیگر اقوام رو تحت کنترل خودشون در می آوردن در تمامی اقوام حل شدن و دیگه چیزی به نام قوم فارس، اون قوم فارسی که در ابتدای کار بوده، ما دیگه نمی بینیم. پس حملا اون ضدیتی که یا دشمنی که با فارس در ذهنها توی این چند دهه یا بهتر بگیم توی این سده اخیر ایجاد شده، یک توهمی هست که جنبه های سیاسی داره و باید بهش خیلی خیلی حساس باشیم. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشین و طبق معمول اگر کار ما رو میپسندین حتما حتما با اشتراک گذاری ویدیوهامون به ما کمک بکنید. تا درودی دیگر، بدرود.